سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. خدمت عزیزان و بینندگان محترم، طلاب ارجمند سلام عرض میکنم. بحث ما رسید به مباحث ادغام، موارد جواز ادغام. در جلسه گذشته عرض کردیم که ادغام یا واجبه یا جائزه و یا ممتنعه. موارد وجوب ادغام رو در دو جا در حروف دو حرف متماثل ذکر کردیم و دو جا هم در حروف متقارب، که لام در حروف شمسی و نون ساکن در حروف یرملون، که نون در حروف یرملون که در دو کلمه باشند رو ذکر کردیم. اینها موارد وجوب ادغام بود. الان موارد جواز ادغام رو و امتناع ادغام رو در این جلسه انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. ببینید، در دو مورد ما جواز ادغام داریم، یعنی یه مورد در متماثلین و یه مورد در متقاربین. دوستان عنایت فرمودن که ما موارد وجوب ادغام دو مورد در متماثلین داشتیم و دو مورد در متقاربین که واجب بود، اما موارد جواز ادغام یه مورد در متماثلین داریم و یه مورد در متقاربین داریم. در متماثلین اگه کتابتون رو اون پاورقی چه قواعد ادغام رو نوشته عنایت بفرمایید، نوشته در صيغه های 1 4 7 13 و 14 مضارع مجزوم. یه توضیح بدم، مضارع، فعل مضارع، خب قبلا خوندیم، آشنا هستید، فعل یا ماضیه یا مضارع یا امره. مضارع شاید آخرش مرفوع باشه، یعنی اعرابش مرفوع باشه، مثل ینصرو. اصل اعراب و مضارع همین مرفوعه. یادتون باشه در موقع ساختن مضارع از فعل ماضی میگفتیم که حرف مضارع رو بر سر ماضی میاریم و آخرش رو مضموم میکنیم، و در بعضی از صيغه ها هم، اکثر صيغه ها هم همین جور بود، نون عوض از رفع می آوردیم. منتها این مضارع بعضی وقتا میتونه منصوب باشه، یعنی ناصب بر سر مضارع میاد، مثلا ان، لن، کی، ازن، اینها نواصب مضارع که بر مضارع داخل میشه و مضارع رو منصوب میکنه. اگه یه ناصبی بیاد بر مضارع آخرش رو منصوب میکنه، مثلا ان ینصر، ان ینصر، ان اومد، مضارع ینصر رو، ینصر رو منصوب کرد و این رفع رو تبدیل به نصب کرد. یا اون صيغه هایی که نون عوض از رفع دارن مثل ینصرانه، اگه ان بر سرشون بیاد اون نون عوض از رفعشون حذف میشه، میشه ان ینصرا. اینها بهش گفته میشه مضارع منصوب. بعضی وقتها بر اول مضارع جازم میاد، یعنی حروفی که میاد یا اسمهایی که احیانا میاد جزم میده به مضارع، مثل ان شرطیه. ان شرطیه بیاد جزم میده، میشه ان ینصر. این رفع مضارع هست میشه، تبدیل به سکون میشه در این صيغه، و در اونهایی که باز نون عوض از رفع دارن، نون عوض از رفع هست میشه. یا لم، لم یلد و لم یولد. میبینید لم اومده، لم یه چه حروف جازمه، حرف نفیه، میاد هم نفی میکنه و هم جزم میده از لحاظ اعرابی. لم میاد لم ینصر، لم تنصر، لم انصر. اگه نون عوض از رفع داشته باشه، لم ینصر را، اون نون رو حذف میکنه. که اگه بر سر مضارع جازم بیاد و مضارع رو مجزوم بکنه، ما بهش میگیم مضارع مجزوم. این یک نکته. نکته بعدی در مضارع و امر، دوستان اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که در 5 صيغه ضمیر مستتره. صيغه 1، صيغه 4، صيغه 7، صيغه 13 و صيغه 14. صيغه 1 مثلا از نصر ینصرو، ما همین صيغه ها رو میگیم ینصرو، هو مستتره، تنصرو، هی مستتره، باز تنصرو، انت مستتره،
انصر و انا مستتره، ننصر و نحنو مستتره. این صیغه ها، این پنج صیغه، 1، 4، 7، 13، 14 در صورتی که جازم بیاد آخرشون ساکن میشه، یعنی نون عوض از رفع اینها چی ندارند. لم ینصر مثلا، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. پس میتونید اینها، یعنی رابطه، میتونید اینجوری حفظ کنید که اون صیغه هایی که در مضارع ضمیر درشون مستتره همون صیغه هایی هستن که نون عوض از رفع ندارند و موقع جزم ساکن میشه آخرشون، اینها ضمیرشون مستتره و معرب هستن. مورد اول موارد جواز، از دو مورد جواز ادغام در حروف متماثلین مربوط به همین صیغه ها میشه. میشه میگه در صیغه های 1، 4، 7، 13، 14 این پنج صیغه مضارع مجزوم، مضارعی که مجزوم باشه. بس دوستان دقت بفرمایید، مضارعی که منصوب باشه یا مضارعی که مرفوع باشه این قاعده درش جاری نخواهد شد. 1، 4، 7، 13، 14 مضارع مجزوم و فعل امر. مثلا فعل امر رو دقت کنید، لینصر که حتما مجزومه چون که امر آخرش مجزوم خواهد بود، لتنصر صیغه هفتش میشه عنصر. البته من اینا مضاعف نیست، من فقط صیغه ها رو عرض میکنم بعد بریم به بحث مضاعف. صیغه 13 لعنصر، صیغه 14 میشه لننصر. در این صیغه ها مضارع مجزوم 1 و فعل امر چه حتما امر مجزوم خواهد بود، در اینها مورد جواز ادغام متماثلین پیش میاد. اما مثال از مضاعف بزنیم. من مثال مضاعف رو نوشتم قبلا، دوستان توجه بفرمایند. لم یمدد مضارع مجزوم مثال میزنیم، ان شاء الله بعد امر رو هم مثال خواهیم زد. لم یمدد، لم تمدد صیغه 4، همینطور صیغه 7 هم در ظاهر لم تمدده دیگه، من ننوشتم. لم امدد صیغه 13، لم نمدد صیغه 14، یعنی یمددو بوده، لم اومده ساکنش کرده، جزمش داده. تمددو همینطور، امددو و نمددو بوده. در این صیغه ها ادغام جائزه. اولا متماثلین باشه، ببینید دو تا داله، دو تا داله، دو تا داله، دو تا داله، اینها متماثلینه و ادغام جائزه. منتها در اینجا دقت کنید، اولا یه شرطی هم گذاشته، به شرطی که حرف اول خودش مدغم فی نباشه. چه حرف اول، اگه هر جا حرف اول خودش یه حرف دیگه درش ادغام شده باشه دیگه دو برای بار دوم ادغام نمیشه، چون که یه حرف دوبار ادغام نمیشه. این شرط همیشه هست، مختص به این هم نیست. در یمدد متوجه هستید که دال اول دیگه ادغام نشده یه حرفی در دال. ببینید میم که در دال ادغام نمیشه، خود این دال اول اولین باری که داره میخواد یعنی ادغام بشه، میخواد ادغام بشه. این لم یمدد رو دقت بفرمایید، به ظاهرش ادغام نمیشه، چون که در ادغام باید اولی ساکن باشه دومی متحرک باشه، در حالی که این برعکسه، یعنی اولی این متحرکه دومی ساکنه، پس اینجوری ادغام نمیشه. فلذا ما اگه بخوایم این رو ادغام بکنیم، حالا چه جوازیش که مورد جوازیشه، حتی وجود هرچی، اگه بخوایم بالاخره ادغام بکنیم باید اولی رو ساکن کنیم دومی رو حرکه بدیم. با این وضعیت که اینا دارند ادغام نمیشه. اولی رو ساکن بکنیم، اول نگاه میکنیم میبینیم جائز التسکین هست یا نیست. در اینها میبینیم بله جائز التسکینه، یعنی دال اولی جائز التسکینه، متحرکه، منتها ما قبل، یعنی دال اول در ابتدای کلمه نیست، خودش هم مدغم فی نیست، پس میتونیم ما متحرکش ساکنش کنیم، پس میتونیم ما ساکنش کنیم. خیلی خوب، ساکن هم یا به حذف حرکته یا به نقل حرکته. اگه ما قبلش صحیح و ساکن باشه ما حرکه رو نقل میکنیم. در اینجا خوشبختانه ما قبلش میمه، هم صحیح هم ساکن، ما قبلش رو حرکه دال رو میدیم به ما قبلش. خیلی خوب، این ساکن شد. این ساکن شدن دال اولی کافی نیست، باید به دومی هم حرکه بدیم. در اینجا
شما میتونید، یعنی دو تا ساکن که کنار هم شد میتونید حرکه بدید. حرکه رو میتونید در اینجا فتحه بدید، به خاطر اینکه وقتی چه دو تا ساکن کنار هم باشند، ما وقتی که میخواییم حرکه بدیم میتونید به این دو تا ساکن یا فتحه بدید، به خاطر اینکه فتحه حرکت خفیفه و سبکه. میتونید کسره بدید، به خاطر اینکه این البته قاعده هست، اذا التقى الساکنان حرک بالکسر، زمانی که دو تا ساکن باشه اصل درش حرکت کسره. البته نه اینکه واجب حرکت کسر، عرض کردم فتح هم جائزه چون که اخفه، اما اصل درش کسر. این خودش علت داره چه در مباحث نحوی، در بحث مورب و مبنی انشاءالله مفصل بهش اشاره شده، مراجعه میفرمایید و خودتونم در آینده انشاءالله خواهید خوند. بس هم فتح جایزه به دومی بدیم و هم کسر جایزه. این جواز فتح و کسر همیشگیه، یعنی در هر فعل مضاعف، هر فعل چه عرض میکنم یعنی عین الفعل که حرکتش رو شما نقل کردید به ما قبلش، چه اینجا فاعل فعله، حالا عین الفعلش ضمه باشه یا کسره باشه یا فتح باشه فرقی نمیکنه، همیشه هم فتح جایزه، علتش رو عرض کردم چون که اخف حرکاته، هم کسره جایزه چون که در التقاء ساکنین، در ملاقات کردن دو تا ساکنین کسره اصله. اگر عین الفعل که حرکتش رو نقل کردید به ما قبل، اگر اون عین الفعل مذموم باشه، ضمه هم جایزه به خاطر تبعیت دادن با عین الفعل، ضمه هم جایزه. اما اگه عین الفعل فتحه بود یا کسره بود، دیگه در اونجا ضمه جایز نیست، به خاطر اینکه اگه فتحه باشه، حالا اگه به خاطر تبعیت با عین الفعل هم قرار بدیم، یعنی حرکه بدیم، همین مفتوحه چه فتح اخف برکاته. اگه کسره هم باشه، تبعیت عین الفعل هم لحاظ کنیم، باز کسره میشه که همین اصل در التقاء ساکنینه. بس دوستان دقت بفرمایید، در لم یمدد ما چه عملیاتی رو انجام دادیم؟ یمدد بود صیغه اوله، یکی از این پنج صیغه هاست، اولی متحرک، دومی ساکنه، با این وضعیت ادغام نمیشه، باید اولی رو ساکن کنیم دومی متحرک باشه. در این صیغه ها برای ما اجازه دادن که اولی رو ساکن کنیم، ساکنم به نقل حرکت در اینا، حرکتش رو نقل میکنیم به ما قبلش که صحیح و ساکنه، برای دومی، یعنی دومین از دوتا متماثل حرکه میدیم. حالا حرکه رو شما میتونید فتحه بدید، همیشه میتونید فتحه بدید، عین الفعل هرچی باشه، چون که فتح اخف برکاته، میتونید همیشه کسره بدید به خاطر اینکه اصل در التقاء ساکنین کسره است. اگه عین الفعل ضمه باشه، در اونجا میتونید ضمه هم بدید. اگه عین الفعل مذموم نباشه، مثل یفر رو بوده عین الفعل مکسوره، در اونجا دیگه ضمه جایز نیست. فلذا در اونهایی که عین الفعل مذمومه هر سه حرکت جایزه، در اونهایی که مفتوح یا مکسوره، در اونها فقط فتحه یا کسره جایزه. در این صورت، در هر حال یکی از این حرکات سگانه رو دادید، الان میتونید ادغام بکنید. میگیم لم یمد، ادغام کردیم، ببینید دال اول ساکن بود، دال دوم هم متحرک بود، یعنی حرکه دار کردیم، اینو هم ساکن کردیم، الان دیگه وضعیت ادغام رو پیدا میکنند، یعنی مورد ادغام رو پیدا میکنند، اولی ساکنه، دومی متحرکه، میشه لم یمد، یا لم یمد، یا لم یمد، هر سه جور میشه این رو بخونیم. البته میتونیم هم ادغام نکنیم، به صورت اولی قرار بدیم، بگیم لم یم دود، چون که ما مورد وجوب ادغام رو نمیخونیم، ما مورد جواز ادغام رو میخونیم. پس در لم یم دود که صیغه یک، چهار وقت جایزه، هم میتونید بگید لم یم دود، ادغام نکنید، فک ادغام، اصلا ادغام رو اجرا نکنید، هم میتونید ادغام کنید بگید لم یمد ده، لم یمد ده، لم یمد دو، همینطور در صیغه چهار هم همینطور، در صیغه سیزده همینطور، در صیغه چهارده هم همینطور. یعنی لم تمدد میتونید ادغام نکنید، صیغه چهار لم تمدد میتونید ادغام بکنید، اولی رو ساکن کنید، حرکتشون بدید به ما قبل، برای دومی حرکه بدید، حالا حرکه میتونید همیشه فتح بدید یا کسر بدید یا ضمه، اگه ضمه باشه عین الفعل که اینجا ضمه است، فلذا هم میتونید بگید لم تمدد،
لم تمد د، لم تمد د و لم تمد دو. ببینید یه فقط صیغه چهار، چهار وعد زایزه. فقط صیغه اول چهار وعد زایزه، صیغه هفت دوباره چهار وعد زایزه، صیغه سیزده هم میتونید بگید لم امدد، لم امد، لم امد د، لم امد دو، لم امدد که ادغام رو باز کنید، همینطور در لم نمدد. دوستان عنایت بفرمایید، مثلا اگه یفر رو باشه، لم یفرر، لم یفرر که عین الفعلش مکسوره و عین الفعلش مذموم نیست، در اینجا، در اینجا میتونید ادغام نکنید، همینجوری بذارید لم یفرر، همینجوری باقی باشه. هم میتونید ادغام کنید، چون که اگه ادغام بکنید باید اولی رو ساکن کنید، دومی رو حرکه بدید، حرکت اولی رو میدیم به ما قبل، برای دومی حرکه میدیم، میتونید فتح بدید، میتونید کسره بدید، دیگه ضمه در اینجا جایز نیست، به خاطر اینکه عین الفعلش مذموم نیست. اینجا یا فتح یا کسره، فلزا در اینا سه وعد جایز میشه. یا میتونید ادغام نکنید، بگید لم یفرر به صورت حالت اولی، هم میتونید ادغام کنید بگید لم یفر ر، لم یفر ر، همینطور بقیه صیغه ها. یه نکته مهمی که در اینجا باید لحاظ کنید، این موارد، این مورد جواز ادغام که در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 و مضارع مجزوم، فقط مضارع مجزوم نبود و امر بود که امر همیشه مجزومه. شما دقت بفرمایید، من مثال برای امر مثال میزنم. در امر همین صیغه 1 رو ما مثال میزنیم، از مدد یم دودو صیغه 1ش میشه ل یم دود، صیغه 4ش میشه ل تم دود، صیغه 7ش میشه ام دود، چون که یه همزه وصل باید بیاریم، صیغه 13 ل ام دود و ل نم دود. اینو عنایت بفرمایید، لیمدود هم همین وضعیت رو داره. اگه میتونید ادغام اصلا نکنید، همینجوری لیمدود رو باقی بذارید، میتونید ادغام کنید لیمدود، یعنی میم دال اول حرکتشو میدید به ما قبل و دال دومی رو حرکه بدید، میتونید فتح و کسره همیشگیه، ضمه هم اگه این ضمه باشه که هست، میتونید بگید لیمدود، لیمد، 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 همینطور در صیغه چهار که میتونید ادغام نکنید لتمدود، لتمد ده، لتمد ده، لتمد دو. این تا به حال مثل مزاره. اما در امر دقت بفرمایید، در امر ما موقع ساختن امر یادتون باشه عرض کردیم از مزاره ساخته می شد، تم دو دو ازش امر درست می شد، سیغه به سیغه حرف مزاره رو ما حذف می کردیم، آخرش رو ساکن می کردیم، اگه بعد حرف مزاره ساکن بود یه همزه وصل می آوردیم، مثلا میگفتیم امدد. این همزه رو برای چی آوردیم؟ برای اینکه ابتداش ساکن بود، در کلام عربی ابتدا به ساکن ما نداریم. دوستان دقت بفرمایند، در اینجا هم از موارد جواز ادغام مثل قبلی ها، میتونید ادغام نکنید بگید امدد و میتونید هم ادغام کنید. به یه نکته در مورد ادغام کردن توجه بفرمایید و اونم اینه که اگه ادغام کردید، شما میگید من نه فک ادغام نمی کنم، میخوام ادغام بکنم، اگه میخواید ادغام کنید این حرکت دال رو منتقل میکنید به ما قبل، وقتی که منتقل کردید به ما قبل این ساکن میشه، برای دال دوم هم حرکه میدید، عرض کردیم حرکه یا فتحه چون که اخفه، یا کسره چون که اصل در التقای ساکنه اینه که کسره بدیم، یا ضمه چون که عین الفعل این ضمه بود میتونید ضمه هم بدید. نکته ای که در اینجا قابل توجه اینه که در اینجا حالا که ادغام میکنید، چون که میم چه قبلا ساکن بود و ابتدا به ساکن هم در کلام عربی نداریم، همزه رو آوردیم، حالا حرکت عین الفعل که ضمه است این رو دادیم به میم، دیگه ما همزه رو در اینجا حذف میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه همزه برای چی اومده بود؟ همزه به خاطر این اومده بود که میم ساکن بود، حالا که میم دیگه ساکن نیست، میم دیگه اون ضمه عین الفعل رو میم به خودش گرفت، دیگه میم ساکن نیست، میم متحرک شد، فلذا همزه رو حذف میکنیم، میگیم مد یا مد یا مد، فرق نمیکنه، در هر سه صورت ادغام میم مضموم میشه، چون که حرکت دال اولی رو میدیم به ما قبل، اون میم متحرک میشه، فلذا دیگه نیازی به همزه نیست.
پس در مضاعف اگه ادغام نکردی که اون میم مثلا ساکنه، اونجا همزه رو میاری، میگید امدد. امدد یعنی بکش. اگه ادغام بکنید مد مد مد، این همزه رو حذف میکنیم به خاطر اینکه دیگه نیازی به این همزه وصل نیست، میم متحرک شد. پس میبینید در صیغه هفت امر چهار وقت در اینجا زایزه، هم میتونید بگید امدد، همزه رو باقی نگه میدارید، هم ادغام هم نمی کنید، هم میتونید بگید مده مده مده. همینطور در ماده فر یفر رو که فعل امر حاضرش میشه اف رر، فر یفر رو تفرر رو بوده، تا رو حذف کردیم چون که فا ساکن بود همزه آوردیم. خیلی خوب، این شد افرر یعنی فرار کن. این از موارد جواز ادغامه، میتونید ادغام نکنید. اگه ادغام نکردید همین افرر باقی میمونه، همین افرر هست، همزه هست و ادغام هم نیست و میتونید اینو ادغام کنید. اگه ادغام کردید حرکت را رو به ما قبل میدید، این رای اول رو ساکن میکنیم، را دوم رو باید حرکه بدیم. حرکه هم میتونه فتحه باشه، میتونه کسره باشه، دیگه در اینجا ضمه نیست. خیلی خوب، اگه ادغام کردید دیگه همزه رو حذف میکنید، میگید فر یعنی فرار کن یا فر باز فرار کن. فلزا در صیغه هفت میتونید بگید افرر، فر و فر. یک صیغه سه وقت زایزه، صیغه هفت فقط سه وقت زایزه، افرر فر فر. یا صیغه یک همین میشه لیفرر، میتونید همینجوری لیفرر باقی بذارید، ادغام نکنید. هم میتونید بگید لیفر لیفر. این مورد اول جواز ادغامه. بس دقت بفرمایید، مورد اول جواز ادغام در متماثلین فقط این مربوط به فعله، اونم فقط فعل مضارع مجزومه، نه مضارع منصوب یا مضارع مرفوع، و فقط فعل امر، این دوتا مضارع مجزوم و امر، اونم فقط در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 جاری است. البته به شرطی که حرف اول عرض کردیم مدغم و فی نباشه، چون که مدغم و فی باشه دیگه جایز و تسکین نیست. مورد دوم، مورد جواز که زیاد به درد ما نمیخوره، در بابها انشالله بابهای ثلاثی مزید عرض خواهیم کرد، متقاربین. هر متقاربینی، اینو به تجوید مراجعه بفرمایید، هر دو حرف متقارب چنار هم که اگه ادغام بشند با کلمه دیگه اشتباه نشند، ادغامشون جائزه، واجبم نیست. این زیاد در بحث مضاعف به درد ما نخواهد خورد. مثلا یتسعدو که تا با سین متقارب هستند، فلزا اینا ادغام هم بشند یسعدو، با کلمه دیگه اشتباه نمیشه، فلزا جایزه. هم میتونید بگید یتسعدو، هم میتونید بگید یسعدو. یه موردی که در کتاب مثال زده برای موردی که اشتباه میشه، مورد وجبه رو مثال زده. اگه به کتاب های تجویدی عنایت بفرمایید، زیم با با در صفت متحدند، فلزا زیم با با دو حرف متقارب هستند. دو حرف متقارب اگه ادغام بشند، یعنی میتونید زیم رو تبدیل کنید به با، چون که متقارب هستند، به با تبدیل بشه و با در با ادغام بشه، بشه وب. این میگه نمیشه. چرا؟ چون که ما یه کلمه ای داریم که خودش وب است، یعنی اگه وجبه رو ما وب بکنیم به همین معنای واجب هسته، اما یه وب هم داریم به معنای حمله کرد، که این وجبه اگه با وجبه اگه وب بشه با اون وبه وببه که اصلش بوده اشتباه میشه، فلزا در اینجا ادغام نمیشه. در متقاربین، هر متقاربینی چه، البته غیر از این مواردی که عرض کردیم، در صورت ادغام با کلمه دیگه اشتباه نشه، ادغام در اینها جائزه. زیاد عرض کردم اینا به درد ما نمیخوره. عمده همین قاعده اول متماثلینی که جائزه، این پنج صیغه، اینها رو عنایت بفرمایید. ما باز در زمینه ادغام مطالب باقی مونده رو خدمتتون در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.